سیب زمینی یک گیاه یک ساله است که ما از قده های موجود در ریشه اون استفاده می کنیم. زادگاه اولیه اون در آمریکای جنوبی بوده و اولین بار توسط میرزا ملکم خان به ایران آورده شد. برای همین در ابتدا به اون آلو ملکم می گفتند و اکنون هم در بعضی شهرهای ایران سیب زمینی رو به نام آلو می شناسند. بتاکاروتن سیب زمینی غنی از ویتامین پیشساز آ است که وقتی پخته میشه به آسونی جذب بدن میشه. ساقه و برگ‌های سیب زمینی حاوی سمی به نام سولانینه. بنابراین نباید اونو مصرف بکنیم. ولی جوشونده رقیق شده همین برگ‌ها رو به عنوان ماده خواب‌آور و آرامش دهنده اعصاب استفاده میکنن. مهمترین ماده اصلی موجود در سیب زمینی نشاسته است که معمولاً 9 تا 25 درصد اون رو تشکیل میده. از این رو برای تامین انرژی ماده مفیدیه که نسبت به غلات کمتر تحت تأثیر آفات قرار میگیره و پرورش اون هم آسان‌تره. امروز روسیه و آلمان بزرگترین تولید کنندگان سیب زمینی هستند. سیب زمینی تقویت کننده قلب، محکم کننده لثه، مسکن درد و زخم معده است. نکته بسیار مهم اینه که در اثر ماندن در انبار و پخت نامناسب مقدار زیادی از ویتامین C اون هدر میره. برای اینکه سیب زمینی ویتامین C کمتری رو از دست بده، سعی کنید اون رو در مقدار کم خریداری و نگهداری کنید و ضمناً اونو با پوست بپزید. برای پخت سیب زمینی ابتدا آب رو در ظرف جوش بیارید، بعد سیب زمینی ها رو در اون قرار بدید و بعد از پخت اونها رو از آب خارج کنید و نگذارید در آب گرم بمونن. سیب زمینی علاوه بر ویتامین C حاوی مواد دیگه‌ای مثل پتاسیم، منیزیم، آهن و فسفر هم هست. لازمه بدونید که سیب زمینی پخته شده یا کباب شده با پوست بیشترین مقدار ویتامین ها رو دارست. سیب زمینی حاوی مقدار زیادی ویتامین B6 و یک فنجون سیب زمینی پخته 21% ویتامین B6 مورد نیاز روزانه شما رو تأمین می کنه. پخت سیب زمینی به صورت تنوری و کباب شده موجب حفظ خاصیت سیب زمینی میشه، اما تهیه اون به صورت سرخ کرده و چیپس که در کشور ما معمول هست بدترین نوع پخت این ماده غذایی مفیده. خوردن این شکل سیب زمینی برای اطفال مضره و برای بزرگسالان هم به دلیل روغن زیاد مشکل زاست، مگر اینکه با توری روغن اون کاملا جدا بشه. سیب زمینی از اونجایی که ادرار کلیه رو زیاد میکنه در نتیجه برای مثانه هم مفیده. همچنین سیب زمینی حاوی آنزیم هایی که برای التیام زخم های معده خیلی فایده داره و برای تسکین مواضع متورم خارجی پخته اون رو گرم بر روی محل آسیب دیده میگذارن که موجب التیام خواهد شد. اگر سیب زمینی خام رو روی محل سوختگی و پلک ورم کرده بگذارید، البته باید کاملا استریل باشه، تسکین دهنده بسیار خوبیه. به چند نکته خانه‌داری در مورد سیب زمینی هم خوبه که توجه داشته باشید. اگر خورش یا آش شما کمی شور شد، تکه های سیب زمینی رو در اون بریزید تا نمک اضافی رو به خودش جذب کنه و غذای شما خوش نمک باشه. پوره خام سیب زمینی با شیر ماسک خوبی برای پوست شماست، حتما امتحان کنید. اگر پوست سیب زمینی رو در کتری جرم گرفته بجوشونید، قشر آهکی اون رو برطرف میکنه. همچنین برای برطرف کردن سم سولانین اون میتونید اون رو در آب و سرکه بپزید و آب پخت رو دور بریزید. به یک نکته مهم هم توجه شما رو جلب میکنیم و اون اینه که جوانه زدن سیب زمینی باعث افزایش سولانین میشه و مصرف زیاد اون موجب مسمومیت. پس جوانه ها و قسمت های سبز زیر پوست رو کاملا جدا کنید. بهترین روش نگهداری سیب زمینی در منزل هم اینه که اون رو در حجم کم در جعبه های چوبی که از کف انبار یا محل نگهداری 40 سانتی متر فاصله داشته باشن قرار بدید و دمای محل نگهداری بهتر 4 درجه بالای 0 و فضا تاریک باشه که از جوانه زدن اون جلوگیری بشه.